بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، دوستاني عزيز، بارزوي صحة وعافيتي همگي شما. إن اسمي فردازيم بدرس دوم از مضمون ومادي علم صرف. دوستان عزیز، در جلسه محاضره گذشته ما و شما دو مبحث بسیار مهم از علم صرف گرفتیم که یک تقسیم کلمه بود به اسم، فعل و حرف طبق کتابتان، و عنوان دوم فرق بین مذکر و مؤنث بود و علامات مؤنث را برای شما ارائه نمودیم. در درس امروزی، دوستان عزیز، درس امروزی میچرخه به دو عنوان. یک عنوان هست اقسام جمع، جمع بر چند قسم است، و در ضمنش یک عنوان فرعی دیگه هست که کدام چیزا و کدام الفاظ ملحق این جمع است. و این یک درس درس مهم هست، باید که توجه بیشتر برایشان داده شود. مراجعی که باید شما باید مراجعه کنین، یک قواعد مشجعه است، کتاب خودتان هست، دیگه کتاب تیسیر و صرف هست، دیگه صرف المیسر هست، و الجمع فی اللغة العربية یک کتاب خاص است که درباره جمع نوشته شده. و باید برایتان بگویم که درباره جمع در لغت عربی کتابای خاص نوشته شده، و یک کتاب است که همراه ما هست به نام الجمع فی اللغة العربية، دیگه شاز المعرف است. به این مراجعه باید شما مراجعه کنین، چون که ما فقط یک کلید به دست شما میتیم، دیگه شما میدانین و استفاده ایتان از مراجعه. خب، این دو عنوان هست که برای درس امروز انتخاب شده و طبق کتاب شما. عنوان اول اقسام الجمع، قسم های جمع که جمع به تقسیم میشه به چندین قسم، و بعد از او باز چندین الفاظ است که ملحق به جمع است. و ما میفردازیم اولا به جمع مذکر سالم. به جمع مذکر سالم، عنوان جمع مذکر سالم هست. خب دوستان عزیز، پیش از اجازه بدین که تعریف جمع مذکر سالم برایتان داشته باشیم که تعریف جمع کنیم. میگوی که الجمع اسم نابع عن ثلاثه فاكثر بزياده في اخره، مثل كاتبين يا كاتبين وكاتبين وكاتبات، او تغيير في بنائه الى اخر. چون که این چیزا بعدا میه و ما نمیخوایم که یه دراز بسازیم. خب جمع چیز دوستانی عزیز؟ این تعریف عمومی از جمع است، بس اقسامش هر قسم باز از خود تعریفی خاص داره. جمع یک اسم هست که نائب شده و صد مسد بگو یا قائم مقام شده از سه چیز و یا از بیشتر از این. وقتی که از دو تجاوز کرد به سه رسید، دیگه با قول راجعه و را بس جمع میگوید. مطلب سه چیز، سه نفر به او اطلاق جمع میشه، وازی بیشتر. لیکن در این اسم باز به این چیزا که دلالت میکنه یا به زیادت در آخرش که زیادت میاره، و این زیادت سبب میشه که از مفرد که به یک چیز دلالت میکنه یا به دو چیز، حالا به سه چیز دلالت میکنه یا از سه بیشتر. و این زیادت یا در بناش تغییر میاره و یا نمیاره. بهرحال این تعریف عمومی جمع است. حالا میایم به طرف تعریف جمع مذکر سالم که
محل بحث ما و شما هست، تعریف جمع مذکر سالم جمع مذکر ما دل على الجمع المذکر من غیر تغییر فی بناء مفرده. جمع مذکر سالم هست که دلالت کنه بر جمع مذکر سالم با بغیر تغییر در بنای مفرد، مفردش که کدام بنا و کدام ساختار می داشته باشه او را سالم بمانه، با کدام تغییر و شکستگی نیاره، بلکه در آخرش کنم الفاظ دیگه منحق کردن، او را میگوی جمع مذکر سالم. و سالم جمع به خاطر میگوی که پیشتر در تعریف جمع گفتین که با بیشتر از دو، یعنی بر سه یا بیشتر از سه دلالت میکنه، مذکر با مذکر دلالت میکنه. و سالم به خاطر برایشون میگوی که امی بنای مفرد که هست در او سالم منده از بین نرفته، امی ساختاری اساسیش از بین نرفته. مثالا شما میخوانین که الله سبحانه و تعالی گفته که قد افلح المؤمنون، حال مؤمنون جمع مؤمن هست و اعرابشان برای تان بگویم که اعراب جمع مذکر سالم اعراب فرعی هست. شما اعراب اصلی و دارین و اعراب فرعی دارین. اعراب فرعی که هست واو است، الف است، واو است، یا هست و یا حزم هست. در اینجا در جمع مذکر سالم یا واو میه و یا یا میه. در حالت رفع واو میه و ایره تقریبا باز بعدا میبینین، و در حالت نصب و جر یا میه. حالا الله سبحانه وتعالی گفته که قد افلح المؤمنون. مؤمنون چون که در اینجا فاعل هست باید مرفوع باشه، در حالت رفع برایش واو داده و اویا تعریف جمع مذکر سالم به او صادق میشه. یعنی میشه شما میبینین که مؤمنون جمع مؤمن هست، کدام الفاظ و ساختار که در باقی مانده در مؤمنون، فقط در آخرش یک واو و یک نون اضافه شده. و الله سبحانه و تعالی در جای دیگه فرموده و کف الله المؤمنین القتال. و در اینجا ما و شما میبینیم که باید ترکیب خونه می فردازیم که ففیل است، الله فعیل است، مؤمنین یکی هست مفعول است و حالت نسبیش هست یا داده تفکیک قانون. و شما می بینین که مؤمنین نیز همی تعریف سرش صادق هست، کدام تغییر در بنیاد اساسی یا در ساختار با وجود نمده. لقد رضی الله عن المؤمنین، در اینجا باز حالت جری است، سه آیت از خاطر ما آوردیم که یک در حالت رفی باشه، دیگه در حالت نسبی و دیگه در حالت جری هست، چون عین نرف جر هست. در اینجا هم در حالت جری برایش یاد داده. خب کاتبون شما میخوانین، معلمون میخوانین، مؤمنون، مهندسون، اینا همه از جموع مذکر سالم هست، چون که همه بنیاد و ساختار اساسی باقی مانده. خب این تعریف و این مثال ها تقریبا مثال های وافر دادیم، دیگه مثال بسیار زیاد است در قرآن عظیم شان که برایش مراجعه کنین. شروطش این است که یکون علما مذکرا عاقلا خال عن الطائف اخره خال من الترکیب. این شروطش است، علم باشه، یکی مذکر باشه، دو عقل باشه، سه خالی از تا داخل باشه، چهار و خالی از ترکیب باشه، پنج. این پنج شرط باید وجود داشته باشه. حالا شما دوستان عزیز یکون و علمن، شما نمیتونین که مثلا به طور مثال تفل را از وجه مذکر سالم بسازی، نمیتونین که تفلو نبوی، بلکه الاطفال گفته میشه. چرا؟ چون که علم نیست، علم نیست که نام یک شخص باشه، علم نیست، مذکر باشه. حالا سعاد، شما نمیتونین که سعادو بگوی، یا زینب نمیتونین که زینبو نبگوین یا مریمون نبگوین، چون که ما شرط دوم داشتیم که مذکر باشه و من مذکر نیست و سعاد
نوم دخترانه هست در زبان عربی. دیگه عاقلا شما نمیتونین که اسدو از اسدو جمع مذکر سالم بسازین، دیگه باز در آخرش واو یا اضافه کنین یا در آخرش واو نون یا در آخرش واو یا و نون اضافه کنین، چون که از آخر نیست. و شرط بعدی خانه نتاف آخریه همزه، شما نمیتونین که از همزه جمع مذکر سالم بسازین و از عامر میتونین که بسازین، عامرون گفته میتونین، لکن از همزه نمیتونین که بسازین، یا عادلون گفته میتونین که عادل یک باشه. و شرط آخریش این است که خالی عن ترکیبی، از ترکیب خالی باشه. عبدالله عبدالله از عبدالله یا سیبوی، شما نمیتونید که جمع مذکر سالم به وجود بیارین، چون که او ترکیب هست، عبدالله مضاف شده به طرفی لفظی جلاله. خب دوستان عزیز، یا صفت مذکر باشه، وقتی که صفت مذکر باشه امی شروط در روز ضروری هست که باید در امی شروط در روایت شوه و یک دو سه شرط دیگه هم اضافه داره و شرط اضافه در مذکر باز این هست که امی اضافهش میگویم که از باب افعال فعلانه باشه و از باب فعلانه فعلانه باشه و یا از جمله از بابا نباشه که در او مذکر و مونس فرق نمی کنه. مثل شما بعضی الفاظ داری فعل و فعول و فلان، در او جمع مذکر و مونس فرق نمی کنه. این شروط در شروط صفات مذکر هست، همین شروط هست چون که ما نوشته نکردیم فرق نمی کنه. یک دو شرط دیگه اضافه هست، دو سه شرط تیزمی ابوای مشخص نباشه. خب دوستان عزیز، از تعریف جمع مذکر سالم، تشریح تعریف و مثال هایشان فارغ شدیم، میان به طرف اعراب جمع مذکر سالم. شما میدانید که جمع مذکر سالم در حالت عربیش و تقریبا عام هست سه حالت داره، یا اینکه حالت رفی باشه و یا جر نسبی و یا جری. خب به هر سه حالت جداگانه می پردازیم. در حالت رفی که است ترفع بالواوی، با واو رفع داده میشه اولئک هم المفلحون. وقتی که در اینجا خبر بود و خبر از مرفوعات بود المفلحون، حالا مفلح که هست مفرد هست، مفلحون جمع مذکر سالم هست و تعریف جمع مذکر سالم برو صادق هست و تمام شروط جمع مذکر که هست در او وجود داره و وافر است، در او کامل است همه شروط، به همین خاطر ای جمع مذکر سالم هست. قرآن عزوجل در دیگه جل سبحانه وتعالی گفته که لا یتخذ المؤمنون الکافرین الآیه الاخره. در اینجا المومنون شما میبینین که در اینجا باز فعیل هست، حالت رفعی هست، شما میبینین که واو داده میشه که در مفلحون واو داده، در اینجا واو داده. الله گفته در جای دیگه و قرآن جا که المنافقون فیل و فعیل و مفعول، در اینجا در حالت رفعی برش واو داده. خب و شما میدانین دوستان عزیز که مرفوعات زیاد هستن، از جمله مرفوعات فاعل هست و از جمله مرفوعات مبتدا و خبر هست. شما دیدین که در مبتدا و خبر و مفلحون بود، بعض حالات رفعی در فاعل دو مثال دیگه بود و ما میخوایم که از نائب با علم یک مثال داشته باشیم برای شما دوستان عزیز. عرف مهربون مواد مخدره، شناخته شده کسانی که قاچاق مواد مخدره میکردن. عرف که است شما وقتی یورم مبنی للمجهول بخوانین دیگه مهربون باز نائب فاعل هست. خب نائب چون که نائب فاعل از مرفوعات هست، از جمله مرفوعات هست، شما میبینین که
در حالت رفع واو داده شده برایشان. عرف المختطفون، شناخته شدن کسانی که اختطاف کرده بودن. و همچنان نائب فاعل است و حالت رفعی با واو هست. کان المسلمون موحدین فی صدر الاسلامی، حالا میبینین که کانه اسم کانه که هست و شما بهتر میدانین که از جمله مرفوعات است، یعنی شما میتونین که سبتار مثال کان الله غفور الرحیم، کان الله که هست لفظ جلالت چرا مرفوع است؟ چون که اسم کانه هست. در اینجا مال مسلمون به این خاطر مرفوع هست که اسمی کانه هست. و دیگه به طبیعت هم یکی از جمله مرفوعات است، یعنی بعضی از چیزها هست که تابعداری میکنه از الفاظ دیگر، او را تابعداری در الفاظ میکنه، در اعراب میکنه. مثلا شما بگوین که دخل الاستاذ والمتعلمون، استاد داخل شد، استاد آمد داخل صنف و همراه متعلمون یعنی محصلین. حالا لفظ متعلمون که از دوستان عزیز ایب مرفوع شده بر طبیعت استاد، دخل فعل هست، الاستاذ فعل هست، حالا از جمله فعلیه هست. اما والمتعلمون چرا مرفوع میخوانیم؟ چون که تابعی هست، تابعی یعنی استاذ هست در اعراب، و مرفوع بود علامه رفع در او زمه بود چون که اعرابش اصلی بود، و متعلمون چون که مذکر سالم بود، جمع مذکر سالم بود، اعراب جمع مذکر سالم فری هست، در او بس در حالت رفی برایشون واو دادن. خب چندین مثال شد، یعنی شما از مرفوعات تقریبا ما شما کوشش کردیم که احاطه کنیم، از هر کدام یک مثال داشته باشین، از خبر مبتدا و خبر، از فاعل، از نائب فاعل، صاحب از خبر که، از اسم کانه، از دیگه ما برای شما مثال داشتیم، از طبیعت. خب دوستان عزیز به این ترتیب، به این ترتیب ما و شما مثالا را دادیم، من در حالت رفی را شناختیم. حالا میایم به حالت نسبی. حالت نسبی جمع مذکر سالم ینسب بالیاء، جمع مذکر سالم با یا منصوب میگرده. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان فرموده و بشیر المؤمنین، شما بشارت مژده بدین برای مؤمنان، و بشیر انت فعل فاعل است، مؤمنین که هست مفعول هست، حالت نسبیش هست، و در حالت نسبی چون که جمع مذکر سالم هست، حالت نسبیش با یا هست، از جمله علامات اعراب فرعی. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين القتال، حال مؤمنين شما ببینین، مؤمنين نيز در حالات نسبيش مفعول هست، وقتی که الله سبحانه وتعالى شما را میدید که شما در حالات صوبنگام از اهل خود خیسته و مؤمنان را عیار می ساختین برای قتال، معلوم شد که حالت نسبیش هست، مفعول هست و یاد دادن. باز الله سبحانه و تعالی در جای دیگه آیت نیست می بخشین که الفاظ عربی است، ان المؤمنین فائزون. ان المؤمنین دوستان عزیز اسم اینه که هست، شما می دانین که از جمله منصوبات هست، ان الله. شما همیشه همیشه برای تن یک تجربه و یک شریک کردن یک تجربه و یک نصیحت برادرانه این است که شما همی الفاظ مشهور یا یک آیات مشهور از قرآن زمشان در ذهن تن بگیرین، تیده الفاظ در عوامل، وقتی که یه عمل در پیش روی شما میایه و شما متردید میشی که چه عمل میکرد، اگه همی آیات بخوانی نمی لفظ بخوانی فورا میفهمی. این الله
وقتی که شما دیدین که این نه دیگه پس معلوم شد که این نه اسمش منصوب بود و خبرش باز مرفوع. خب دوستان عزیز، حالت نسبی مثل که حالت فرعی بود منصوبات چندین قسم هست، به این ترتیب مثلا هم ما کوشش کردیم که مختلف باشه. دو بیشتر در آیات ها حالت نسبی یعنی مفعول بود مفعول بهی بود، در اینجا که هست اسم این هست. و دیگه دخلوا غاضبین، در این مثال غاضبین نیز از جمله جمع مذکر سالم هست و این حال هست، و حال هم شما میدانید که حال از جمله حال از جمله منصوبات هست. دخل و داخل شدن آمدن، داخل شدن در حالی که با غضب بودن با قهر بودن، خب این حال هست و حال از جمله منصوبات هست و چون که اعرابش فرعی هست برایش یاد داده شده. رجعوا غانمین، آنها پس آمدن در حالتی که غنیمت به دست آورده. من غنیمت به ترتیب یعنی کسی کامیاب بیا است یک طرف به مقصد خود برسه میگوی که رجع و غانمین. این حالتی حال هست، حالتی نسبی هست. خب رأیت الطلبه الناجحین، باز یک کسی بگوی که ما محسنین دیدیم، محسنین که کامیاب شده بودن، محسنین کامیاب. رأیتو فعل و فاعل هست، الطلبه کس ما مفعول به هست منصوب هست. گفت ما سری الناجحین هست چون جمع مذکر سالم ناجحین هست، ای بالطبیعت کس ما منصوب هست، استوابی هست، در نصب متوابی وجود داره چون که در رفع وجود داشت، مثل که در رفع وجود داشت. خب چند مثال شد، مثالی مفعول بهی، مثالی اسم ان، مثال حال، مثال بالطبیعت، تقریبا هم چیزای عمده عمده همینه هستن که برای شما داده شد. و دیگه حالت جر هست در جمع مذکر سالم. در حالت جر دوستان عزیز تجر رو بالیائی جر اینها که هست، همچنان جر اینها با یا هست. الله سبحانه وتعالى قرآن زي مشان قلت والله ذو فضل على المؤمنين. مؤمنين شما شناخت اینجا مذکر سالم هست چون که در اینجا حرف جار سرش داخل شده و را مجرور کرده و یا حالت فرعی هست، اعراب فرعی است. لقد من الله على المؤمنين همچنان، ولا تكونن من المشركين همچنان از جاره هست، وما انا من المشركين، وامرت ان اكون من المسلمين. مگه جار هست، جار مجرور. دیگه اگه شما باز بگوین که از زکات و حق المحتاجین، در اینجا بالاضافه هست، محتاجین جمع مذکر سالم هست و از مجرورات تنها نیست که به حرف جر مجرور باشه بلکه بالاضافه هم مجرور باشه و امز زیاد هست. و یا که اشرفت على الطلبات الناجحين، ما مراقبه و اشراف داشتیم بر محسنینی که کامیاب شده بود. ناجحین در اینجا از جمله جمع مذکر سالم هست و بالطبع و مجرور شده، مثل که على طبیعتش مطبوعش الطلبه هست و با واسطه حرف جر مجرور شده بود، دین به خاطر که تابعی و هست اعرابی او را میگیره. خب دوستان عزیز، چند چیز مثال شد، آیات ها تقریبا همگیش از جر مجرور بود و بعض مثال دیگه برای شما از اضافت دادیم و از طبیعت هم برای شما مثال دادیم. خب دوستان عزیز، یک باشه دیگه که ملحقات هست که بعضی از الفاظ با جمع مذکر سالم ملحق هستن و ای عقود هست، عقود 20 هست دوستان عزیز، 30 هست. در قرآن عظیم الشان الله سبحانه و تعالی گفته که
یک منکم عشرون صابرون عشرون. شما ببینین که در آیات کریمه عشرون مرفوع هست و منحق هست با جمع مذکر سالم، مثل جمع مذکر سالم براش اعراب داده شده، اعراب فرعی. در حدیث آمده است که فی اربع و عشرین من الابلی فما دونها من الغنم. خب فی اربع و عشرین در حدیث آمده هست در برای زکات شترها و گوسپندان. در او برمی در باب زکات برای تان یک فایده بگویم که با کتابای فقه اگه مراجعه کنین در باب زکات شما ای عقود بسیار زیاد دیده میتونیم. خب با این ترتیب دوستان عزیز، اهلون هم هست در قرآن عظمشان اماده هست که شغلتنا اموالنا و اهلونا، مثل که در سوره فتح اماده هست اهلونا، در اینجا اهلون که چیز هست از ملحقات هست، حکمی امی ملحقات گرفته. قو انفسکم و اهلیکم نارا، اهلیکم نارا در این جمع هست. لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا. اگر شما به صورت فتح مراجعه کنین، خصوصا صورت فتح اکتلاوات کنین و اهل شما به اعرابای مختلف در او دیده میتونین. خب دوستان عزیز، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. شما دیدین که از ملحقات است و جای بجای شما دیدین که اعرابات مختلف سرش داخل شده. عدد سنین، سنون هم هست. شما میبینین که در قرآن زمشان قال کم لبیتون فی الارض عدد سنین، سنین که از همه جمله هست و به همه طرف چی شده. به مثل جمع مذکر سالم، حکم جمع مذکر سالم به خود گرفته و زیاد هست در حدیث هم هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کردن. خب دوستا برای تن آیتا و حدیثا در منحقات گفتم، عبارتای فقه شما برایش مراجعه کنین و فرصت نفیده نکنیم که همه گیره نوشته کنین، لیکن در صوتی ما هست، در صدای ما هست، شما برایش هم مراجعه کنین. به این ترتیب رسیدیم به پایان این درس. به آرزوی صحت و کامیابی و رستگاری همگی شما دوستان عزیز، در حفظ و امان الله سبحانه و تعالی باشین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.